شما دوستای خوبم، وقتتون بخیر. به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدید. بارها شده که همه ما تو زندگی احساس کردیم که تغییراتی در رفتارمون صورت گرفته و احساس افسردگی کردیم. آیا این احساس ما درست بوده یا خیر؟ امروز قصد دارم در رابطه با افسردگی خفیف اطلاعاتی رو به شما ارائه بدم. در حالی که به نظر میاد افسردگی خفیف مشکل جدی نیست، اما تغییر در خلق و خو میتواند تشدید شود و اغلب تشخیص صحیح آن برای درمان افسردگی در مراحل اولیه حائز اهمیت است. تغییرات قابل توجه در خلق و خو و رفتار میتواند نشان دهنده افسردگی خفیف باشد و همچنین میتواند حساسیت های فیزیکی را هم افزایش دهد. از جمله علائم شایع آن می توان به مواردی چون تندخویی، افکار منفی، احساس غیر معمول خستگی، احساس ناامیدی، احساس غمگین بودن، عدم تمرکز، احساس بی انگیزه بودن، تمایل به تنها بودن و داشتن بدن دردهای بی دلیل اشاره کرد. تغییرات رفتاری نیز می تواند نشان دهنده افسردگی باشد. الگوی خواب تغییر می کند و اشای فرد کاهش یا افزایش می یابد. همچنین مبتلایان به افسردگی خفیف ممکن است به مصرف مواد مخدر رو آورند. مراجعه به پزشک اغلب به روش خوبی است برای شروع مقابله با افسردگی. پزشک می تواند ارزیابی کند که آیا افسردگی عامل بروز این علائم بوده و شدت بیماری را نیز تشخیص دهد. همچنین چندین تست آنلاین طراحی شده که قادر به تشخیص علائم افسردگی هستند. یکی از آنها پرسشنامه PHQ-9 است که در سال 1999 طراحی شده. این تست شامل 9 پرسش است که پزشکان در بسیاری از کشورها برای تشخیص و نوع افسردگی آن را از بیمارهای خود می‌پرسند. اغلب افسردگی خفیف با اعمال تغییرات کوچکی در سبک زندگی قابل درمان است. این راهکارها شامل تغییر در الگوی خواب و رژیم غذایی یا بهبود توازن بین کار و زندگی روزمره است. طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت، در سال 2017 افسردگی علت اصلی بیماری و از کار افتادگی در سراسر جهان بوده. همچنین افسردگی میتواند طیف وسیعی داشته باشد، چرا که یک عامل منحصر در بروز آن نقش ندارد. زنان بیش از مردان احتمال دارد دچار افسردگی شوند. نظرات متفاوتی در این مورد مطرح شده که از آن جمله میتوان به بلوغ، بارداری و قاعدگی اشاره کرد. آمارها در کشورهای مختلف متفاوت است، اما افسردگی در گروه های زیر شایع تر است. افرادی که دچار ورشکستگی اقتصادی شدند، افرادی که به بیماری های جسمی و مزمن مبتلا هستند، در کودکانی که والدین مبتلا به افسردگی هستند، در افراد مبتلا به دیگر انواع بیماری های روانی همچون استراب. به گزارش مدیکال نیوز تودی، همچنین بسیاری از داروها می توانند موجب بروز افسردگی شوند. ممنونم از این که ما رو همراهی کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما اونو لایک کنید و اگر ما رو تا حالا دنبال نکردید با زدن دکمه سابسکرایب از این به بعد ما رو دنبال کنید.